من فکر میکنم وارد بحث بشم چون خیلی روشنه که ما نقش‌های متفاوتی داریم و باید این رو خوب بفهمیم. خواسته‌ای که از سازمان ملل شده، خواسته‌ای که از سازمان ملل و جامعه بین‌المللی مطرح شده اینه که تثبیت این رژیم رو متوقف کنید. اما این که میگید برنامه چی هست، برنامه گذار چی هست، اون وقت این دیگه به ما مربوط نیست. این بسته به مردم ایران هست، داخل ایران، دیاسپورا در خارج ایران، و البته ما امیدواریم که اونها هم بخشی از این گفتگو بشن. اما این بحثیه که مردم ایران باید تصمیم بگیرن راجبش. البته نکته اینه که نباید این بحث فقط به صورت یک بحث تئوری و نظری باشه، بلکه باید به صورت معنادار باشه. شاید ما بتونیم فضاهای امنی رو ایجاد کنیم برای اینکه این گفتگو درش انجام بشه به نحو معنادار، تا افرادی که اندیشه‌های مختلفی دارن، گرایش‌های مختلفی دارن، دور هم جمع بشن و بدون اینکه متهم بشن به اینکه تو ضد رژیمی، تو طرفدار رژیمی، با هم دیگه بتونن صحبت کنن. ایرانی‌ها همه چی دارن، مغز دارن، فرهنگ دارن، هوشمند هستن، تحصیلات اونجا هست، همه این عوامل هست. بنابراین این دعواهای داخلی که انگار دشمن رژیم نیست بلکه ما خودمون هستیم، این باید متوقف بشه. و البته این کار شما ایرانی هاست و اینکه موفق خواهد شد یا نه بعد 44 سال. من 500 متر خونم با مقر شتازی، پلیس مخفی آلمان شرقی سابق، فاصله داره. سیاست، اقتصاد، سرویس امنیتی، همه اینها در آلمان شرقی با هم دیگه در هم تنیده بود. اما در یک انقلاب صلح‌آمیز همش سرنگون شد و شما نمیتونید بفهمید که چطور میشه. اون لحظه‌ای که رهبر آلمان شرقی اومد در کنفرانس خبری یه جمله‌ای گفت که هیچکی نفهمید، یه دفعه سوء تفاهم شد و یه دفعه شوخی رژیم سرنگون شد. من چیزی که میگم اینه که امیدواری هست، اما هر کسی باید وظیفه خودش رو ایفا کنه و شاید سال بعد ایران بتونه اینجا نمایندگیشو اون کسایی که الان در زندان هستن بر عهده داشته باشن.